سلام. اینجا شهر منه. شما منو نمیشناسین. خب. البته منم شما رو نمیشناسم. اما آدمای زیادی سر کار دارم. شاید خیلی بیشتر از این روزنامه. مطمئنم خیلیاتون کارهای منو دیدین یا حتی خریدین. من یه هنرمندم. اینجا محله منه. من توی این خونه زندگی میکنم. طبقه دوم در سمت راستی. سلام. شما؟ سلام. ببخشید با شما نبودم. بفرمایید. بعداً بیا، باید کار دارم. بله چشم. ایشون آقا اردشیره. حالا به وقتش میگم که ببخشید اینجا یکم به هم ریخته است. راستش من فقط جمعه‌ها تمیزکاری میکنم. من شاعرم. البته هنوز نتونستم شعرهای خودم رو چاپ کنم. ولی بالاخره این کارو میکنم. این منم. اسمم حافظه. پدر بزرگم این اسمو گذاشته روم. من چیزای زیادی از اون به ارث بردم. مثل همین اسم. این روزا شعرهای حافظ رو گلچین میکنم. دقیق تر بگم، برای مردم فال میگیرم و به اونا میفروشم. البته فالای من با بقیه فرق میکنه. میدونم که با این کار خیلی ها رو امیدوار میکنم و به آرزوهاشون میرسونم. البته با شعرهای حافظ. اما همسایم اردشیر 80 سالشه و سالهاست همینجا زندگی میکنه. خیلی آرومه، با هیچکی هم کاری نداره. سلام اردشیر خان، فدایی داری؟ وقتی که من مشغول کارم اردشیر تلویزیون میبینه. عاشق شبکه یکی. شبکه یک هر ایرانی. من خونم. شما پیغامتون رو بذارید میشنوم. الو حافظ، بابا صدامو میشنوی؟ الو الو مامان جان، خوبی؟ دلم برات تنگ شده. چرا جواب نمیدی مامان؟ منم دلم تنگه. کاش برمیگشتن ایران. نمیشه بابا جان، ما نمیتونیم برگردیم. تو باید بیای. واسه چی رفتیم؟ واسه چی تنهام گذاشتیم؟ اگه میخوایم با هم حرف بزنیم برگردیم. تلفن جواب نمیده. کاشکی به من زنگ بزن. من همیشه سعی میکنم هوای اردشیر رو داشته باشم. سلام. سلام. ببخشید شما؟ من حافظم. بیا تو. آها یادم رفت بگم، اردشیر آلزایمر داره. نخیر من آلزایمر ندارم. البته اردشیر هم هوای منو داره. چیز جالب راجع به اون که با اون عاشق اصل بود، اون بچگی سر همین من عاشق اصل شده بودم. هیچکی مثل اردشیر به حرفای من گوش نمیده، پای درد و دلم نمیشینه. حس میکنم مثل پدر بزرگمه، پدر بزرگی که هیچ وقت ندیدمش. یک سال اومده اینجا، زیاد حرف میزنه اما دست پختش بد نیست، اما یک کم بهش مشکوکم. نمیدونم میتونم بهش اطمینان کنم یا نه. من هر روز ساعت 4 تنها میرم پارک. البته همیشه هم تنها نیست. ببخشید شما؟ منم حافظ. خب میگفتیم. من چیزی نمیگفتم. نگفتم آلزایمر داره؟ نه خیر من آلزایمر ندارم. شبکه هر ایرانی. ببخشید شما؟ حافظم. من خونم. شما پیغامتون رو بذارید میشنم. الو چرا جواب نمیدی مامان؟ من خیلی زنم، پسرم چند سال نیامده دیدنم. میخوام یه کاغذ براش بنویسم. اون قرارم کاغذ بردار بیار. پسرم دلم برات خیلی تنگ شده، اینجا روزا خیلی کند و دیر میگذرن. قرار بود بیای به من سر بزنی، تلفنم نمیزنی. فردا روز تولد منه. هر روز ساعت 4 میرم پارک. بیا اونجا ببینمت. خب که چی؟ ادامه چی؟ نامه. کدوم نامه؟ آدرس چی؟ کجا بفرستم؟ آدرس چی؟ پسرت. پسرم ندارم. هیچی مثل یه کار نیمه تموم نمیتونه منو آشفته کنه. باید یه کاری بکنم. کلید یدک برای مواقع اضطراری. هشته ای دل که مسیحا نفسی می آید که زم فاس خوشش بوی کسی می آید. اون موقع نمیدونستم چرا هر وقت که استرس دارم و حالم خوب نیست این شعر میاد. فکر میکردم حافظ میخواد آرومم کنه، اما بعدا دلیلشو فهمیدم. وقتایی که استرس دارم کف دستام مرق میکنه. کتاب حافظم درست تو همین صفحه تا خود. خب دستم درست همینجا گیر میکنه و همین شعر میاد. این آقا صاحب کارمه. قلب مهربونی داره. میدونم ظاهرش غلط اندازه. اولم کنم به طور خدا همون غلط کردم، اما ببخش. سلام. مطمئنی که میاد؟ آره میاد. مطمئنی که میاد؟ آره میاد. مطمئنی که میاد؟ تا اون روز اینقدر اردشیر رو خوشحال ندیده بودم. اون حالا دیگه هر روز مهمون داره. اردشیر دیگه تنها نیست. من خونم. شما پیغامتون رو بذارید میشنوم. الو الو حافظ. سلام بابا، تولدت مبارک. الو الو. سلام بابا.